باشد بعد از قانون اساسی و بعد از تصویبش باز هم دچار هرج و مرج و بی تکلیفی باشه و حاکمیت ملت که جانشین خداست، خدا و خلق، این حاکمیت نباشه، حاکمیت طبقاتی ولو طبقه روحانی برش وجود داشته باشه. این اون نگرانی است که ما داریم و امیدواریم که این نگرانی مرتفع شد. این مسئله که چرا ملاقات با مثلا وزیر مشاور رئیس جمهور امریکا تو بوقوکرنا گذاشته نشده بود یا به عرض و اجازه امام نرسیده بود، خیلی این ایراد به نظر من خیلی ایراد واقعا بی جای آمد. و پری روز به آقای حاج احمد آقا خمینی گفتم که وقتی این سوال رو از شما کردن، من اگه شما بودم چیز دیگه میگفتم و حالا میگم در این مدت آقایون همکاران و بنده شاید با بیش از 200 وزیر یا سفیر ملاقات کردیم. هیچ کدوم از این ملاقاتامون رو نه به شورای انقلاب گفتیم، نه به فلان حزب یا فلان روزنامه گفتیم، نه خدمت امام. اصلا معمول و معهود نبوده. آقای دکتر یزدی اطلاع داشت و منم به ایشون گفته بودم که کاردار سفارت امریکا در اون روز جشن استقلال ترکیه که نهار مهمان بودیم، پذیرایی داشتیم، کاردار اطلاع داد که شما که میری الجزایر آقای برژنسکی هم اونجا میاد، بنابراین احتمال داره که به ملاقات شما بیاد. اینو آقای دکتر یزدی میدونست و بعد از ایشون من خواهش کردم که مخصوصا شب قبل از مسافرت خدمت امام برسید، مطالب مختلف و از جمله یه مرتبه دیگه روابط ما با امریکا چگونه باشه و چگونه خوبه و ما چه نظری داریم یا ایشون چه فرمایشی دارن. این صحبتایی که بودی کردن، ولی به هیچ وجه ایشون نگفتن که با آقای همونطور که با وزرای دیگه با اشخاص دیگه ملاقات کردیم. این نگفتن، این چه حرفیه؟ اون نخست وزیری که بخواد برای ملاقات با وزرا اجازه بگیره، این برای لای جرس خوبه؟ مگه من هویدا هستم یا امام محمد رضا شاه هستم که آب خوردن رو ما اجازه بگیریم؟ اصلا این چه ایرادی بود؟ چه حرف بی معنیه؟ اگه بنا باشه نخست وزیر و وزیر خارجه و وزیر دفاع مورد اعتماد نباشن و تشخیص نداشته باشن که با وقتی با یه وزیری صحبت میکنن چی بگن، چی بشنون و چی نگن، اینا رو اصلا نباید نگه داشت و امام هم هیچ وقت چنین توقعی از ما نداشتن. خود ایشون هم توی دفاعیاتش در دادگاه نظامی وقتی که ریشه های تفکر خودش رو میگه، میگه مسئله‌ای که روی من بسیار اثر گذاشت درس تفسیر مرحوم میرزا ابوالحسن خان فروغی بود. گفت که ایشون توی تفسیرش برای اولین بار آیه ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم رو مطرح کرد که خداوند سرنوشت هیچ ملتی رو تغییر نمیده مگر اینکه خود اون مردم و خود اون ملت بخوان تغییر کنن. میگه این آیه فوق‌العاده در من اثر گذاشت و از همون موقع تفکرش با تفکر سنتی جامعه، مذهبی سنتی جامعه اصلا عوض شد و یه دیدگاه دیگه ای راجب مسئله راجب دین داشت که بعد که ربط اروپا با مسائل علمی و اجتماعی برخورد کرد، این تفکر شکوفا شد، رشد پیدا کرد، نمو پیدا کرد. از اون برم که با مسائل دینی و اینا آشنایی داشت و آشنایی بیشتری پیدا کرد، تفکر دموکراسی علاوه بر این که ذاتی بود، یه رشد و نواب بیشتری و گسترش بیشتری پیدا میکنه. باید از الگوی مهندس بازرگان به عنوان یه الگوی صادق و سالم و صمیمی ما پیروی کنیم. گیرم که در بعضی از نظریات ممکنه نظریات خودمون داشته باشیم یا بعضی مثلا نقصها رو یا ایرادات رو به مرحوم مهندس بازرگان داشته باشیم که هیچ کس هم خالی از نقص نیست، ولی به هر حال اون الگو جنبه های مثبت که در این صحبت من گفتم باید برای همه ما الگو باشه برای نسل های آینده و نسل امروزی انقلاب. یکی از ویژگی های آقای مهندس بازرگان که هر کس با من شادروان آشنا می شد
این ویژگی را به روشنی در ایشون میدید پایبندی ایشون به اصول بود. یعنی در واقع ایشون در هر زمینه ای، چه دینی و چه سیاسی، اجتماعی، آموزشی، در تمام زمینه هایی که ایشان برخوردی داشتند، سخنی می گفتند، مطلبی می نوشتند، سخنرانی می کردند، از اصولی که معتقد بودند هرگز منحرف نمی شدند. حتی من بارها با ایشان صحبت کردم درباره مخالفان، ایشون در برخورد با مخالفان هم از اصول خودشون به هیچ وجه عدول نمی کردن، پایبند به این بودن و سخت به دیگران هم این آموزش را می دادن. ما که جوان بودیم در اون زمان این آموزش را به ما مخصوصا جوان ها می دادن که شما هم باید در برخوردتون با افراد مختلف، چه دوست چه دشمن، حتی رژیم شاه و کارگزاران رژیم شاه، هر کس که باشه هر شبت که پایبند به اصول باشه. صبوری، استقامت و پیگیری مهندس بازرگان در این زمینه به گمان من مثال زدنی است. چون درب زده به هیچ عنوان نبود و عرض میکنم که مسلمانی بود که ارزش‌های درست و اساسی غرب رو فرا گرفته بود و اینها رو با اسلام متحد میدید، یکسان میدید و بنابراین بازرگان شخصیتی مسلمان و دموکرات و در این حال مدافع سرسخت و راسخ حقوق بشر بود و اینها رو با اسلام بیگانه و جدا و در تضاد نمیدید. شما اگر به تاریخ انقلاب های دنیا هم نگاه کنید، بسیاری از انقلاب ها که در دنیا اتفاق افتاده بعد از پیروزی انقلابیون به افراد کشیده شدن. شما افراد محدودی رو پیدا می کنید مثل مثلا گاندی که مبناش عدم خشونت باشه، مثل نلسون ماندلا که وقتی پیروز میشه بعد از 27 سال زندان احساسش اینه که نباید رفتاری رو داشته باشه که با او داشتن. اینا انسان‌های با فضیلت و بزرگی هستند در تاریخ که طبیعتا نامشون هم به بزرگی برای همیشه مانده و میمانه. مرحوم بازرگان هم از این نوع آدم ها بود که به هیچ وجه اعتقاد نداشت به این که ما باید انتقام جویی کنیم، ما باید افرادگری کنیم، ما باید با روحیه‌ای که حالا طبیعتا خود ماها همه بسیاریمون این روحیه رو داشتیم که به دلیل شرایط انقلابی چه بسا نمیتونستیم خودمون رو در یک چارچوب اعتدال نگه بداریم، مرحوم بازرگان یه چنین روحیه‌ای رو داشت. نگران این بود که اسلام به عنوان یه دین خشن جا بیفته. بالاخره احساسش این بود که انقلاب به نام اسلام پیروز شده، مبادا اگر یه وقت یه کارای خشنی میشه اینها به نام اسلام توی اذهان مردم، جوانهای ما، نوجوانهای ما جا بیفته که اسلام یه دین خشنیه. خیلی رو این چیزا حساسیت داشت. الان ممکنه بعضیا مطرح کنن که اسلام دین خشونت نیست و چه و چه و چه، البته در حرف، ولی در عمل خشنترین رفتارها رو هم خودشون داشته باشن، ولی مرحوم بازرگان از اول این اعتقاد رو داشت و روش حساسیت داشت. غرضم این است که دنبال یک کاری رو که فکر میکردم باید به نتیجه برسه، هر چقدر اون کار صعب و سنگین هم بود، این کار رو دنبال کردم به نتیجه رسوندن. این کار شاید اگر در اشل دانشگاهی برگزار میشد یک کار مثلا پایان نامه تحقیقی موجه و سنگینی به حساب میامد، ولی ایشون با فروتنی بسیار این کار رو انجام دادن، به نتیجه رسوندن. بعدم در لحن خود کتاب که وقتی میخونی خیلی متواضعانه با این کار برخورد میکنن، معرفیش میکنن، بعد میگن خب حالا ما اینم انجام دادیم، ممکنه اشتباهاتی درش باشه، بعدها تصحیح میشه، بهتر میشه. نسبت به پیگیری این کار با جدیت بسیار رفتار کردند و امروز حاصلش البته در میان یکی از آثاری که ازشون به جای مونده و در این جهت البته بی‌نظیر و قابل استفاده هست، خیلی پایمردی نشوندن.